سخن هفته. هموطنان گرامی سلام عرض می کنم. نام من نور احمد خالدی است و برنامه جدید سخن هفته را خدمت شما تقدیم می کنم. در برنامه ای هفته موضوع اساسی مورد صحبت ما موضوع لوی جرگه می باشد. موضوع کسب مشروعیت سیاسی از مردم توسط طالبا به یک موضوع حاد روز و نیاز روز برای دولت طالبا مبدل شده است. با تأکید جامعه جهانی بالای طالبان که حکومت خود قاعده وسیع بسازند و دولت خود فراگیر بسازند یا همه شمول بسازند، به این معنی نیست که اشخاص مشخص وابسته به دولت سابقه یا فاسدین یا همچنان اعضای مافیایی که در دولت 20 سال گذشته در افغانستان در قدرت بودند شامل دولت طالبان شوند. این امر نه طالبان قبول میکنه و نه ملت افغانستان قبول میکنه. این مطلب جامعه جهانی فهمیده. به می خاطر به تازگی تام وست نماینده امریکا برای افغانستان اعلان کرد که ما کدام پیشنهاد مشخص در مورد یک دولت فراگیر یا یک حکومت همشمول نداریم. این مربوط به مردم افغانستان است که تعیین کنند کدام دولت همشمول است و کدام دولت قادر است از تمام اقشار و اصناف و اقوام مردم افغانستان و از تمام زبانهای ملی و زبانهای افغانستان و اقلیتهای قومی در افغانستان و اقلیتهای مذهبی و زبانی در افغانستان نمایندگی میکنه. البته تامس اظهار داشت که این مسائل میتونه در یک لوی جرگه مورد مباحثه قرار بگیره و در اونجا این مسائل مشخص شوند. جالبی است که آقای تام وست بعد از 6 ماه این موضوع را مطرح کرده، در حالی که در اولین هفته های به قدرت رسیدن طالبا این جانب در مصاحبه های تلویزیونی با شمشاد و همچنان تلویزیون افغانستان انترنشنال و سایر تلویزیون های مثلا تلویزیون ملی و تلویزیون آریانا نیوز تأکید بری داشتم که کسب مشروعیت از مردم یک امر اساسی و ضروری برای طالبا است تا از جانب جامعه جهانی به رسمیت شناخته شود. و این کسب مشروعیت در شرایط فعلی تنها از طریق ایجاد یک لوی جرگه امکان پذیر است و بس. یک تعداد مردم لوی جرگه را خوش ندارن، فکر میکنن لوی جرگه یک پدیده فرنگی پشتون هاست و بنابراین مردود است. اتو نیست. درست است که لوی جرگه و جرگه ها پدیده های فرنگی قوم پشتون است، اما در تاریخ 300 سالی افغانستان جرگه ها و لوی جرگه ها نقش کلیدی را در تصامیم دولت ها ایفا کردند و همچنان لوی جرگه ها نزدیکترین مثال برای تبارز یک افکار ملت به صورت دموکراتیک است. اگر ما شورای ملی نداشته باشیم و پارلمان نداشته باشیم، تصمیم گیری بالای همچون مسائل به طور مثال قانون اساسی و یا قبول یا تصویب یا انتخاب رئیس دولت تنها از طریق لوی جرگه امکان پذیر است. بسیاری مردم این را نمی فهمند. بسیاری مردم بدون اینکه تعمق این موضوع را رد می کنند، در حالی که لوی جرگه قانون اساسی سال 2004 افغانستان که
در او تمام رهبران جمعیت اسلامی، تمام رهبران به اصطلاح اتحاد شمال اشتراک داشتن، تصویب کرد. قانون اساسی جدید افغانستان لایجرگه تصویب کرد. دیگه هیچ مقامی وجود نداشت که تصویب کنه. مشروعیت دولت ما پسا طالبان لایجرگی استراری در حقیقت تفویض نمود به دولت. در غیر از او این دولت یک دولت دست نشانده امریکایی ها محسوب میشه. برخورد با لایجرگه باید به صورت جدی و عقلانی صورت بگیره، نه بر اساس تمایلات قومی و پشتون ستیزی. لایجرگه به مراتب بزرگتر و وسیعتر از شورای ملی است. اگر ما حتی شورای ملی داشته باشیم، لایجرگه وسیعتر از است. بلکه که در لایجرگه بر اساس تعریف قانون اساسی 2004 افغانستان و بر اساس تعریف‌های قوانین اساسی سابقه افغانستان، شامل تمام اعضای ولسی جرگه تا شامل تمام اعضای مشران جرگه، شامل تمام اعضای حکومت و تمام اعضای ستر محکمه، به علاوه جنرال های عالی مقام قوای مسلح افغانستان، نماینده های جوان ها، محصلان، نماینده های زنان، نماینده های اصناف مختلف. اصناف منظورم رشته های مختلف اقتصادی است. نماینده های اصناف مختلف در لایجرگه اشتراک دارند. بنابراین وقتی که میبین و برالوی دین ها تمام رؤسای ولایت جرگه ها یا جرگه های ولایتی هر ولایت در جرگه اشتراک میداشته باشند و رؤسای تمام جرگه های شوراهای محلی یا ولسوالی ها که تعداد بیش از 400 شورا هست میتونه در ولایت جرگه اشتراک داشته باشند. بنابراین طوری که میبینیم یک لایجرگه در حدود 2000 نفر یا بیشتر از 1500 نفر یا 2000 نفر در او اشتراک دارد که به مراتب بزرگتر است و طیف های مختلف مردم افغانستان در او نمایندگی میکنه، اصناف مختلف اقتصادی و اجتماعی در او عضویت دارند. اما صلاحیت رای دهی بر اساس قانون اساسی تنها مربوط میشه به اعضای انتخابی لایجرگه، که اعضای انتخابی لایجرگه شامل اعضای ولسی جرگه، اعضای مشران جرگه و رؤسای شوراهای ولایتی و رؤسای شوراهای ولسوالی ها میباشن. دیگه اعضایی که در لایجرگه شرکت میکنن، این نماینده ها حق مباحثه را دارن، حق ابراز نظر را دارن، حق دبیت را دارن، اما در وقت رای گیری رای دهی ای اشخاص صلاحیت رای دهی ندارن. صلاحیت رای دهی مربوط میشه به نماینده های انتخابی. بنابراین طوری که میبینیم لایجرگه بسیار یک سازمان دموکراتیک است، بسیار هم سازمان دموکراتیک است و بسیار هم میتونه نمایندگی از ملت افغانستان کنه و هی به هیچ صورت همونقدر که نماینده ها از ولایات ننگرهار و قندار و پکتیا و هلمند میرن، به مو تناسب نماینده ها از ولایات پروان و کاپیسا و پنجشیر و بدخشان و بلخ، جوزجان و فاریاب و بامیان و هرات در اونجا اشتراک میکنن. بنابراین این جای هیچ تشویشی نیست که این لایجرگه ها وابسته به یک قوم یا حافظ منافع یک قوم مشخص باشه. طوری که در لایجرگه سال 2004 دیدیم، قانون اساسی که توسط لایجرگه 2004 به عنوان قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان تصویب شد، یکی از بهترین قانون‌های اساسی دنیا بود، به مراتب دموکراتیک تر از قانون اساسی امریکا است. چون در امریکا سیستم دموکراسی به صورت غیر مستقیم اعمال میشه در
تعیین حکومت، یعنی سیستم دموکراسی امریکا در تعیین رئیس جمهور و دولت بسیار کهنه و عقب مانده چندین صد سال قبل است، در حالی که در افغانستان این سیاست این مانده واگذار شده بود به انتخابات مستقیم توسط مردم افغانستان.